سلام خدا و عرض سلام بیننده عزیز به برنامه کنکاش خوش آمدید بحث امشب ما در رابطه با اوزا در لیبی اختصاص یافته با مهمانان ما در استودیو بحث خواهم کرد اما قبل از آن همکارم رام در این باره گزارش تهیه کرده است امید بیننده بحث ما باشید ادامه پیشروی نیروهای دولتی لیبیا بر مناطق تحت تسلط مخالفان حکومت و تهدید نظامی دولت قذافی از سوی قدرت‌های جهان اگر معمر قذافی حملاتش بر مخالفان را متوقف نکند حکومتش توسط هواپیماهای جنگی فرانسه و بریتانیا بمباران خواهد شد پس از آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه در حمایت از مخالفان دولت لیبیا قطعنامه پروازهای ممنوعه بر فراز لیبیا را به تصویب رساند باراکوباما و قذافی هشدار داد که اگر به خواست جامعه جهانی و مخالفانش پاسخ مثبت ندهد با حملات نظامی مواجه خواهد شد باید روشن بسازم اوضای کنونی قابل گفتگو نیست اگر قذافی با قطنامه موافقت نکرد جامعه جهانی شرایط را وضع خواهد کرد و این قطنامه را از طریق برخوردهای نظامی تعمیل خواهد کرد اما در واکنش معمر قذافی رهبر لیبیا بیان داشت که به هیچ تهدید سرخم نخواهد کرد و این موضوع موضوع داخلی لیبیا است این نبرد میان دو کشور نیست که شورای امنیت سازمان ملل متحد نقشه را بازی نماید با در نظر داشته منشور سازمان ملل متحد شورای امنیت این سازمان حق ندارد تا در امور داخلی یک کشور مداخله نماید هرچند پس از تصویب قطعنامه شورای امنیت وزیر خارجه لیبیا گفت که طرفداران حکومت اعلام آتش بس کردند اما گزارش های تازه می رساند که نیروهای وفادار به معمر قذافی اکثر شهرهایی را که در دست مخالفان بود دوباره تسخیر کردند و وارد شهر بنغازی مرکز اصلی شورشیان نیز شدند در حالی که کشورهای چون امریکا، فرانسه و بریتانیا گفتند که بالای لیبیا حمله نظامی می کنند اما روسیه، چین و آلمان مخالفتشان را با این اقدام بیان کردند حال پرسش اینجاست که آیا واقعا قدرت‌های جهان از مردم لیبیا حمایت می‌کنند و یا چشم به منابع سرشار نفتی لیبیا دارند آگاهان به این باورند که اقدامات قدرت جهان علیه حکومت معمرغذافی حمایت واقعی از مردم نیست بلکه کشمکش بالای قراردادهای بزرگ نفتی در این کشور است یقینا حوادثی که در <سطور> جهان عرب شکل گرفت خصوصا مظاهرات مردمی در بعضی کشورها واقعا ناشی از حکومت های استبدادی و ناشی از ضعف حکومت ها بود که به شکل خاندانی مدت طولانی در بعضی کشورها حاکمیت کردند تا بالاخره مردم با یک حرکت های مدنی در برابر از اونها ایستاد شد مثل مصر مثل تونس اما در بسیاری از کشورهای دیگه این مساله بیشتر جنبه مادی داره یعنی بیشتر منافع مادی مطرح است از جمله در لیبیا در لیبیا کشوری هست که سرشار خصوصا مناطق جنوب لیبیا که امی شورشی ها امی الله دوجا برابر حکومت قذافی خیسا مناطق هستند که اینا اساسا مناطق نفت خیز هستند و بسیاری کشورهای غرب با حکومت فعلی قذافی رابطه تجارتی بسیار وسیع دارن و همین دلیل هم است که با امو ممنوعی پرواز مخالفت کردند اما در عین حال بعضی کشورهای دیگه هستند که با ایجاد یک حکومت به نفع خودشان باشه تا قراردادهای تیل به نفع خودشان بگیره مخالفین لیبیا حمایت میکنند و بی باور هستم که امروز سیاست ایالات متحده آمریکا همین هست که باید به نحو حمایت صورت بگیره از آن گروه ها و حلقاتی که اونا میتونند که حکومت های خود را برکنار بکنن در واقع هدف من همین هست که در وقت خیزش ها آغاز میشه و در برابرش ما حکومت های دکتاتور داریم جای شک نیست که تشنج با وجود میه و کانفلیکت و یا کشمکش با وجود میه که یکی از سیاست های ایالات متحده امریکا در خواهر میانه ایجاد کانفلیکت است و یا پیگیری و یا رسیدن به اهدافشن از طریق سیاست های آغاز کانفلیکت است که صورت گرفتن نشان میده که خود ممر و مدافع یا کسی است که از لحاظ سیاسی و اقتصادی و از لحاظ نظامی یک آدم مجهز است یعنی با آسانی نمیشه که این حکومت قذافی را ختم کرد ولی در نهایت چیزی که صدمه میبینه مردم عادی است من بسیار باورم ندارم که طرف مخالفین قذافی هم کسایی باشن که واقعا مردم عادی باشن معلوم داره کسایی هستن که به نفع کشورهای غربی هم کار میکنن در حالی که شورای امنیت سازمان ملل لیبیا را تهدید به حمله نظامی کرده است اما قضیه در همه جا یکسان نیست در بحرین در حالی که حکومت به سرکوب مخالفان پرداخته و نیروهای نظامی کشورهای عربی چون عربستان سعودی نیز جهت کمک به حکومت و سرکوب مخالفان وارد بحرین شدند اما قدرت های جهان خاموشی اختیار کردند و به صورت غیر مستقیم از دولت بحرین حمایت می کنند. در کشورهای لیبیا و بحرین مردم قربانی سیاست های بزرگ شدند. هدف کمک به مردم نیست در پی تظاهرات در لیبیا فرانسه که منفعتش را با حضور حکومت معمر قذافی نمیدید کمک های اقتصادی و نظامی به مخالفان حکومت قذافی نمود اما کشورهای چون آلمان و ترکیه که منفعتشان توعم با استقرار نظام معمر قذافی است در برابر تحریم های سازمان ملل علیه لیبیا استادگی کردند در بحرین نیست که پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا قرار دارد و حکومت کنونی آن که اقلیت سنی مذهب هستند و قدرت مطلق را در اختیار دارند همکاری نزدیک با ایالات متحده دارد و همین سبب دولت امریکا منفعتش را با بقای نظام کنونی در بحرین می داند. قضیه بحرین تنها در اینجا پایان نمی آبد. اکثر مردم بحرین شیعه مذهب هستند اما هیچ نقشی در حکومت آن ندارند به همین سبب کشورهای عربی که اکثرا سنی مذهب هستند برای تحکیم و بقای نظام کنونی بحرین با آن کشور نیرو فرستادند تا مبادا اکثریت شیعه مذهب قدرت را به دست گیرند و با دولت ایران نزدیکی نمایند به همین اساس دولت ایران نیست که مخالفانش را همروزه سرکوب می کند اما تا کنون بارها از خواسته های مشروع مردم بحرین حمایت کرده است این است سیاست یک بام و دو هوا در جهان تنها گروهی که در این میان آسیب می بینند مردم هستند نه قدرت ها تظاهرات مردمی که از تونس آغاز شد و در مصر به پختگی رسید اکنون همه کشورهای عربی را تهدید می گرد و خیزش و بیداری مردم اکنون به یک سونامی خطرناک مبدل شده که حکومتهای موروسی و استبدادی را با تهدید جدی مواجه ساخته است. رامش آرمان، تلو نیوز. تشکر از رام شرمان آقای وحید مجده کارشناس امور سیاسی آقای میر احمد جوینده عضو پیشین مجلس نمیدگان آقای فردین هاشمی استاد دانشگاه را در بخش رابط بین الملل در سود با خود رامشان در رابطه با اوزا در لیبیا بحث خواهم کرد امید تا پایین بحث با ما باشین خب آقای مجده بحث از سخنان رئیس جمهور با ما آغاز میکنید به قضافی هشدار داد در صورت سر به دستورات و خواهشات از اونا و متوقف نساختن حمله به غیر نظامیان با واکنش نظامی رو برو خواهد شد چقدر امکان واکنش نظامی امریکا و جامعه جهانی وجود داره آیا اینا به گونه نظامی داخل لیبیا خواهند شد بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین همین لحظاتی که ما و شما صحبت میکنیم رسانه ها خبر از آغاز عملیات بر رژیم معمر القذافی دادن همونطوری که میدانیم قبلا شورای امنیت ملل متحد نوفلای ممنوعیت پرواز بر فراز لیبیا تصویب کرده بود و آل به نظر می رسد که فرانسه پیش قدم شده در این کار و نیکولاس سرکوزی رئیس جمهور فرانسه اعلان کرد که عملیات برای علیه حکومت معمر القذافی آغاز شده و این ترتیب ما بزودی شاهدی خواهد بودیم که در قدم اول میدان های هوایی لیبیا مورد حمله قرار خواهد گرفت و از بین خواهد رفت و که در زمین هستند از بین خواهند رفت و بعد از به مراکز تجمع نیروها و در این حال صحبت های آقای قذافی را ما شنیدیم که گفت این مسئله مسئله داخلی خود لیبیا هست و سازمان ملل متحد حق مداخله را نداره اما ما در گذشته ها شاهد تجریان بودیم یعنی بعد از سقوط بعد از فروپاشی اتحاد شوروی دیگه او میارهای قدیم اینجا وجود نداره حالا فکر میکنین که با یک نیروی نظامی فرانسه داخل لیبیا خواهد شد ما فکر میکنم در قدم اول باید منتظر حملات هوایی باشیم اما این که نیروی زمینی داخل کارزار شود این را بسیار مباید می بخاطر که فرانسه برای کار آمادگی ندارد و در این حال آمریکا هم علاقمند داخل شدن در یک جنگ دیگه با،, با, توجه به جنگ های افغانستان مراقی است چی گونه خواهد بود؟ خلال توانم برزه در برابر این حملات فرانسه و متحدانش خواهد است جالبی شد. است که قذافی توسط خود همین کشورهای غربی مسلح شدن مسئله های که داره بیشترش سلاح های ساخت کشورهای غربی <تصفح> البته قسمتی از سلاح هم ساخته اه، اه، روس است و این ترتیب ما میبینیم که خود کشورهایی که سلاح فروختن بس قضافی و قذافی و میلیاردها دلار پول ازش گرفتن امروز خودشان و سلاح خود از بین میبرن تا دولت دیگه بیاد و باز دوباره از اینا سلاح بخره این بازی هست که در متاسفانه در جهان عرب ما همیشه بر شاهد بودیم و در این حال این نکته در نظر باید گرفت که شخصیت مثل معمر القذافی یکی از یکی از عجایب کشورهای آفریقایی و در مجموع دنیای عرب و دنیای اسلام است. آدمی که از صحبت کردنش تا لباس پوشیدنش تا همه چیزش عجیب است و جالبی است که در جهان عرب ما از اینطور موجودات عجیب الخلق <تصفح> کم نداریم. اما یکی از اونها امروز در در برابر قیام مردمی میخواد مقاومت بکنه. 42 سال است که بر اریکه قدرت است و زمانی که ادریس اول پادشاهی سنوسی لیبیا را در سال 1969 از کار برکنار کرد خودش رهبری انقلاب گرفت و بعد از در سال 1977 تمام رو تمام رفقای انقلابی خود از کار برکنار کرد نکته دیگه که در رابطه با لیبیا باید گفت مسئله فوج لیبیا یا،, یا ارتش لیبیا است در کشورهای مثل تونس و مصر که تغییرات آمد به خاطری بود که اونها یک فوج منظم داشتن و وقتی که اردوی او کشورها به رئیس جمهورها گفتن که ما دیگه شما رو نمیتونیم حمایت بکنیم اونها رفتن اما در لیبیا اینطور نیست چهار پسر قذافی رهبری چهار کتیبه را یا چهار لشکر به عهده داره لشکرایی که اینا بالکل شکل قومی و شکل قبایلی دارن و به این ترتیب قذافی میتونه با کمک اونا و همچنان یک گروه دیگه که روزانه یک هزار دلار بر از اینا معاش میده یعنی کسانی که از چاد از کشورهای دیگه افریقایی میان به نام گروه های درکت ملیشه که به خاطر پول می با و با کمک و کمک اونها مردم خود سرکوب میکنه و میکشند در این خب مردم از سرکوب کت و جلب و گسترش نفوذ مردم ها گرفت آل توانایی را در برابر های فرانسوی و بمباردمان های هوایی جامعه جهانی چگونه بررسی میکنه ما فکر میکنیم در قدم اول نیروی هوایی قذافی فلج خواهد شد و دیگه توان تحرک در فضا از دست داد و اما طور که میدانیم ای این عین هم است که اسرائیل در جنگ روز عرب اسرائیل به کار فلج ساختن نیروی هوایی کشورهای عربی در زمان و با این ترتیب نیروی زمینی زمینگیر خواهد شد در برابر حملات هوایی و ما فکر میکنم که شمارش معکوس بر سرنگونی رژیم معمر القذافی چند روز این تنش در صورتی که فرانسوی ها و یا همپیمانانشان دست به اقدام بزنند علیه لیبی چه مدت ای ادامه پیدا خواهد کرد و که در کوتاه مدت خزفی نبود نابود خواهد شد ببینید یک مسئله بسیار عجیب در مسائل در در کشورهایی که با با نظام های قبایلی هستن همین است در لیبیا چند قبیله است قبایل بزرگ و کوچک چند روز پیش بعضی از این قبایل حمایت خود از انقلابیون یا از مردمی که قیام کرده بودن اعلان کردند اما امروز ما میبینیم که قبایل دوباره وقتی که قدرت قذافی را دیدن دوباره تغییر جهت دادن تغییر وفاداری دادن و با مردم پشت کردن از این سبب نمیتوان به صورت دقیق گفت که چگونه خواهد شد بر حال مسئله وفاداری این قبایل به با, با نظام قذافی یک مسئله بسیار مهم است و خب آقای مجده در صورت که فرانسوی ها پس از حملات هوایی داخل لیبیا شوند چی فکر میکنین دید شما چی از که مردم لیبیا در کنار خذافی خواهند استاد در بربر فرانسوی و ای که با ف... تعدادشان با فرانسوی ها یک جا خواهد شدن بخاطر سرنگونی حکومت خذافی ببینید مشکل خذافی است که پلهای پشت سر خود و ایران کرده این بجایی که با مردم کنار میامد در حقیقت با, با, زبان زور با مردم سخن گفت و آل کشورهای دیگه فرصت دارن که به عنوان حامیان مردم غیر نظامی و بدفاع لیبی قدم به لیبیا بگذارن و کسب محبوبیت بکنه امکان وجود نداره که مردم مشکلات گذشته را پیشتر گذشته در برابر روی خارجی و اجنبی با هم یک جا شون به نفع قذافی بجنگن فکر نکنم که دیگه این کار صورت بگیره به خاطر اینکه قذافی گذشته از دیگه جنایاتی که کرده و دیگه کارهایی که کرده یک مشکل دیگه که قذافی با وجود آورده این است که اصلا امی امی ثروت لیبی را قذافی به باد فنا داده تا به امروز امروز مردم لیبی با وجود داشتن منابع بسیار بزرگ از منابع طبیعی که دارن فقیر هستند و در حالی که یکی از پسرای آقای قذافی پسر بزرگش سیف الاسلام یک بزرگترین و بهترین قصر در در مثلا در در یکی کشورهای اروپایی داره که مردم به تماشا میرن و همین قسم هر کدام از اینا به همین شکل زندگی کردن و از این سبب دیگه من فکر میکنم که مردم با این طور نظام ام، که چیزی بدست نیاوردن نخواهند ماند و امکان زیاد وجود داره که اگر عملی هم صورت بگیره مردم در کنار قذافی استاد نشه تشکر خب آقای جوینده اوزا در لیبیا پس از حملات فرانسه و یا هم پیمانانش دوچار یک بحران خود شد و یکی این همه مشکلات در کوتاه مدت نکته پایان با سلام خدمت شما بدون دگاه شد باید درست که مسئله لیبیا با ساید کشورهای عربیه که تفاوت داره چی از تفاوت اینا؟ تفاوتش مثلا که شما تونس ببینید یا مصر رو ببینید در اونجا جامعه مدنی بسیار قوی آزادی بیان و عذاب و شخصیت های مطرح وجود داشت متاسبانه مقصد که آقای مجدد گفتن در لیبیا آقای قذافی در مدت 41 سال اکمرانی خود تمام کسایی که سرش بطنش میارزید اینا را از بین بودن به شکل از اشکال از سرنی سیاست سر دور ساختن و مسئله عمده و اساسی دیگه در لیبیا که وجود داره لیبیا تا هنوز ملت نشده هنوز به قبایل متفرق باقی مونده و قبایل متفرق و سران قبایل نقش و جایگاه مشخص و معینی در بین قبایل خود دارند و آقای قذافی هم زیاتر در مدت 41 سال حکومت خود اتکا کرده زیاتر سر علمی قبایل چی از طریق تطمیه بوده چی امتیاز بوده چی رشوت بوده چه مقاماتی بوده چی, مقامات چی پولای ان سر با داورده از ثروت نفتی لیبیا همیزا باعث شده که لیبیا هرڅهقدر میتونه یو متفرق کومک وکنه مېم صدې دې بیسه مشکل د تجهیزات مشکل څه د دې چې او یو مودې د مقسمه کوي مزه یاډاوري کردن د روزای اولي کله ناراضیاتیا در غرب او شرق لیبیا چې د مصراته شروع شو چې د قیصدی راسلوف شروع شو او چې در بنغازي شروع شو در جای شو شمود یګ دي زیات مقامت لیبیايي حتی با مخالفین دولت لیبیا په یوستان و ان په قسم درشد ولید امیسه کلشخیها وسسختیا او خوشونتی بیش از حد آقای قذافی در مقابل ملت او مردم لیبیا توری شد که امو سیاست استبدادی زی و ځکه د دستوردوی نظامی ک در سری بین المللی داشت از جانب در سری نظامی داشت جانب دیګه یک نو موازنه قوت ته بنفذ دوباره بوستقرتات شو ما وینم ک د روز اخیرن پایګاهای مخالفین دولت افغانستان دولت لیبیا ک در بنغازي هست امروز د امور د عملات شدیدي قوات های لیبی قرار گرفته و قذافی قرار گرفته و شهرهای دیگه که در غرب بوده اونا کلش از کنترول مخالف مدرد ما میخواین بگو بگوین که زمان به سود قذافی خب تو زمان بله که جامعه جانی متاسبه میشه در وقت حرکت میکنه که کار از کار گذشته باشه علت تخیر در حرکت جامعه جانی الا در حرکت جامعه جانی, جامع جانی انوز یک صدای وای در جامعه جانی وجود نداره اختلاف وجود شما ببینید که جامعه جانی آمریکا و غرب از اوادیسی که در یمن رخ میته از اوادیسی که در عربستان رخ و از اوادیسی که مثلا در بحرین رخ اینو یک طرف خاموش تر میشن وقتی که این پادشاه عربستان سعودی میگه که ما بر هیچ کسی اجازه نمیدیم که مزایده کنه اتصاب کنه یا به کجا بره غیر اسلامی است خاموش میشن وقتی که عربستان سعودی تعداد هزار سرباز خود و 500 پلیس خود به بدن با روان میکنه و نفر کشته بشه آمریکا صدای خود نمیکشه و در یمن امروز شما 40 نفر کشته شد مثلا در اینجاست که آمریکایی ها و غربی ها منافی کوتا مدت خود میبدن امریکاییها خصوصا منافعع خودره در لیبیا بسیار کمتر میبنن بهخاطری که منافع ا مر اجازه بتین اید رشمک منافعع آمریکاییها زیادتر در منطقه خلیج است بخاطریکه شما برنگ با اکثریت نفسششویه ودر قسمتای غرب ارابستان سعودی هم کسان افرادی غیر وهابیا درو زندگی میکنه او بورونی که در یمن موجود است وا وادیسی که در لبنان اومد او بلاخره حکومت یې ساده لري سقوط کرد او به صلا از بالله د حکومت سم گرفت او وادیسی که در اماسر یعنی وادیسی که امر کوي ډیشتر او کمتر توجه میکنه به شمال افریقا یا در لیبی و لیبی بشتر هم زیاتر در منطقه ای تي نفوذ کشورهای اروپایی که زیاتر فرانسه و انگلستان هستند چون از تقسیمات نفتی جان فرانسه و انگلستان کمی بیبرش شدن حال میخواین بو این که انگلستان یالات متحده آمریکا و فرانسه در پای منافع خودشان است نه در پای حمایت از مردم در پای منافع خودشان نمیشتن در لحظاتی که قیام در لیبیا شروع شد باید انجام بدن شما ببینید روزم آخر صحبتی که چند لحظه پیش ما صحبت های آقای سرکوزی رو در تلویزیون سینین دیدم اونا گفتن که هنوزم برای آقای قذافی وقت است که آتش بس کنه جنگ توقف بده وای کنه واز جونبه دیگه آقای قذافی هم بسیار دائم زړنګي دار شووبید همي کشور عربي ک مثلا بارای او قطر قوتای خدایتمون میکره در منطقې پرواز ممنوع در فراز عربستان فراز لیبیا خو دې بیانګرېږي چې څه کول نظر بنده هاي بيد غربه کشور عربي هست واز جونبه اخرین انکشافي کې صورت گرفته آقای دې لري چې خود اتحادیه افریقا ازې منطقې پرواز ممنوع در فراز لیبیا حمایت نکړه و همي رضا آخرین خبری که به داشتوم ای بود که خود سران اعتحادیه افریقا به اق ا مجلسی دارند و اینها گفتن که ما باید میانجیگری کنیم

با خاطر با که زیادی داره در بعضی کشورهای فقیر اروپایی امروز شما لشکری جنگیزی اکثر از کشورهای فقیری که اینجا می در داخل لیبی خب آقای هاشمی بعضی از کشورهای غربی خیلی علاقه مند که بزرگترین فرصت حکومت را پایان بدن و در بحران خصم شما در جریان سینه وجود داره از دولتش و عربستان سعودی نیرو میفرسته با خاطر از گسترش اعتراضات. تفاوت بین بحرین و لیبی بر جهانی با ویژه امریکا، بریتانیا و, و فرانسه چی است؟ به نام خدا با سلام به شما بیننده محترم من میخوام قبل از هر چیز بگم که غرب یک پدیده یک پارچه نیست چه در افغانستان باشه چه در خاورمیانه یا هر منطقه دیگه و از طرف دیگه غرب یک پدیده اخلاقی هم نیست غرب یک پدیده عقلانی است که بر اساس عقلانیت رفتار میکنه و بر اساس همون تصمیماتش میگیره در نتیجه نباید ما انتظار داشته باشیم که منافع غرب در بحرین و لیبی یکسان است همون قسمی که اکثر دوستان اطلاع دارن در واقع در بحرین ما میبینیم که یک اقلیت سنی مذهب در واقع نوی دیکتاتوری ایجاد میکنه اما در لیبیام چنین چیزی اتفاق میفته اما یک تفاوت عمده وجود داره به نظر من ویس که در لیبیا در واقع ما شاهدی هستیم که نوعی در واقع حکومت مردمش از بین میبره بو مداخله ای که امروز فرانسه داره انجام میشه اگر از دید یک غربی به مسئله نگاه کنیم به عنوان یک شهروند غربی در واقع این نوعی ای مداخله بشردوستانه بره نجات یک ملت از دست یک دیکتاتور است این دیدگاه است اما از دید اما یک... در بحر این چرا چون این چیزی وجود خب، داره من میرسم به اون نکته اما اگر از دید مثلا یک کسی که در خواهر میانه یک مسلمان به مثلا نگاه کنیم در واقع این نوع ای دخالت غربی در امور یک کشور اسلامی است در مورد بحرین نکاتی وجود داره که در واقع استثنا مستثنا میکنه از قضیه لیبیا یا مصر و اما قسمی که پیشتر هم گفته شده در واقع نوع اه... اه... ترسی که وجود داره از نفوذ ایران در بحرین بر اکثریت شیعه ای سرزمین در واقع ای فضا ایجاد کرده و در عین حال منافع استراتژیک ایالات متحده آمریکا تشویش های بر از او فراهم کرده که نباید حکومت تغییر پیدا کنه در واقع عربستان نوعی واسطه است در اینجی که ایالات متحده آمریکا از طریق عربستان اقدام میکنه اما نکته ظریفی که در او به نظر ما وجود داره است که عرب، عربستانی یک اشتباه کلان انجام دادن و در حمایت از یک حکومت وارد سرزمین بحرین شدن این فضا برای ایران بیشتر باز میکنه در مورد مداخله به حمایت از شیعیان ولی چیزی که برای ها به نظر می باید خصوصا برای اکثریت شیعه در نظر دیش است که دخالت عربستان نه به نفع حکومت بحرین است و نفوذ ایران هم به نفع شیعان بحرین به نظر نمیتونه باشه اگر ایران وجود نمیدیش به عنوان یک کشور شیه امروز به راحتی اکثریت شیه در بحران به نظر حکومت در دست بگیره ولی حضور یک ایران شیه به عنوان یک کل ضرر شده بره شیعیانی که در این مناطق حضور دارند و اجازه داده نمیشه که در حکومت هرچند که سهمشون یا حقشون باشه دخالت کنه فکر میکنید که با سقوط <تصفح> حکومت لیبیا ایرانی ها میتونن در بحران با مذارت ایرانی ها میتونن از سخوت حکومت بحرین سود ببرن؟ من نظرم این که یک نوع تشویش است در میان عربستانی ها عمدتا در حالی که من فکر میکنم در بحرین نوی هویت ملی شکر گرفته اما حال که با سخوت, م... سخوت که... حکومت قذافی در لیبیا کدام کشورها میتونن سود ببرن؟ در بحرین منظورتان است ب... ب... در لیبیا در لیبیا من فقط همین گپ آخر من بگم که در بحرین نوی هویت ملی شکر گرفته که هویت ملی به نظر بر اساس مذهب تعریف نمیشه بر اساس منافع ملی تعریف میشه و کشورهای مثل عربستان یا ایران اگر دخالت کنن به ضرر مردم بحرین تمام میشه اما در مورد لیبیا سوال شما میخوایم می بگم که او چیزی که در لیبیا باعث سقوط میشه مردم هستن نه اردوهای غربی و آینده ای که من به تصور میکنم برای لیبیا چیزی است که در دهه 90 برای عراق اتفاق میفته مداخله صورت میگیره تا در واقع نوعی مداخله بشر دوستانه باشه ولی نیروی نظامی در خاک لیبیا به نظر پیاده نخواهد شد و شاید همون هم همون فکر میکنیم که نیروی استفاده از امکانات هوایی بتونه حکومت خزوفی را سقوط بده در واقع غربیا احتمال زیاد اجازه خواهند داد که ملت لیبیا تصمیم بگیرند ابتدا حکومت اجازه نمیدن که نسل کشی کنه مردمی که در بین و شهرهای دیگه هستند و از طرف دیگه ببینند که کدام نیرو قوی تر است آیا نیروی مردم که علیه قذافی اقدام می یا کسانی که طرفدار قذافی هستند آیا واقعا هدف آمریکا، بریتانیا و فرانسه حمایت از مردم لیبی است من هم پیشترم گفتم غرب یک پدیده اخلاقی نیست اما بعض عرف ها در نظام بین الملل وجود داره قوانینی وجود داره که در خیلی موارد نانوشته است هیچ حکومت حق نسکوشی مردمش نداره و کسانی که امروز در رأس قدرت هستند در نظام بین و بیام توجه دارن اما منافع اینا در جاهای مختلف متفاوت تعریف میشه گاهی به نفع مردم تمام میشه و گاهی به ضرر مردم تشکر خب آقای مجده میخواستم دید شما رو هم در دا رابطه داشته باشم حمایت از حکومت بحرین و تلاش برای سرنگونی حکومت لیبی تفاوت چی است؟ ببینید در بحرین یک بسیار جالب اتفاق افتاد چیزی که نباید اتر میشد و این که در بحرین پادشاه قبلا قبل از جریاناتی که شایدش هستیم چند سال پیش حکومت در امارت یا امیره جای شداد به پادشاهی یعنی یک نوع سیستم مشروطه را خواست که در بحرین به میان بیاره وقتی که قیام بر علیه حکومت حمد شروع شد خوشب خوش داشت از این ای کار بدش نیامد به خاطری که یک کاکای داشت که کاکایش ده ها سال بود که صدر اعظم بود در در این کشور و میخواست از شر از این نجات پیدا بکنه قیام مردم و تظاهرات مردم بهانه شد برای کنار گذاشتن این ای شخص و زمینه برای مساعد شد که اصلاحاتی در بحرین روی کار بیاد اما ناگهان کسانی که به خیابان ها ریخته بودند اینا خواستار براندازی شدند در حقیقت و شیوه انقلاب اسلامی در ایران شعار مرگ بر شاه سر دادن و این مسئله موجب نگرانی کشورهای همسایه بحرین شد بحرین از طریق یک پل با عربستان سعودی وصل است و در حقیقت می توان گفت که اینجا شکارگاه اختصاصی برای, برای عربستان سعودی است در این حال در بحرین بزرگترین پایگاه دریایی آمریکا در, در این منطقه در بحرین است و تمام اینها طبیعی بود که باید کشورهایی که یعنی نظام که نظام های که در اینجا بودن مثل نظام سلطنتی در عربستان سعودی و همچنان شیخ های آشی خلیج فارس اینا احساس خطر بکنن و همون بود که فرستادن نیرو و سرکوب پرداختن پس در اینجا میتوان گفت که یک فرصت بسیار خوبی از دست رفت فرصت به این معنا که آنها که قیام کرده بودن اونا اگر خواستار اصلاحات میشدن به جای براندازی شاید به نتایج بهتری می رسیدن. و در اینجا به خشونت گراییدن این مسئله به نفع یک نظام دیکتاتوری و آمریکایی ها و بریتانیایی ها در پی منفعت خودشان هستند بدون تردید برای برای آمریکا و برای بریتانیا و برای کشورهای غربی وضع فعلی در بحرین بهتر است نسبت به اینکه یک نظامی بیامد در اونجا که می توانست با شیعیان در در کشورهای دیگه روابط بهتری برقرار بکنه اما یک نکته دیگه را در اینجا باید در نظر گرفت که برای آمریکا مسئله شیعه بودن یا سنی بودن مطرح نیست آمریکا مطرح که جناب استاد فرمودن جناب آشمی غرب یک پدیده اخلاقی نیست برای اونا اصلا مسئله مذهب مهم نیست در در افغانستان یا مثلا در 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 عراق مثال بسیار واضحی هست که در اونجا آمدن و نظام سنی را سرنگون کردن و یک نظام یعنی اکثریت شیعه را در اونجا به قدرت رساندن بنابراین ما میبینیم که برای اونا هر نظامی که بتونه منافعشون را تامین بکنه برای از اونا آیا مثلا در روزهای نخست هم آمریکا در این همه اعتراضات و تنش ها در لیبیا نقش داشته و یک بعدا داخل فکر ما فکر میکنم در قضیه که در این موجی که در دنیای عرب به وجود آمد ما به باور نیستم که آمریکایی ها در این نقش داشتن بعضی وقتا مقای اتفاق میفته که حتی کشورهای مثل آمریکا هم مجبور میشن که دنبال رو اوجوریانات باشن آنچه که در مصر اتفاق افتاد و قبل از او در تونس اتفاق افتاد از یک مسئله بسیار ساده شروع شد است آتش خودسوزی یک جوان سبزی فروش در در تونس, تونس تمام این جریانات از او بعد شروع شد ما, ما اینطور نمیتونیم کسی که کار کرد در تونس و اولین جرقه را به خرمن زد او حتما امریکایی بود اما به هر حال وقایع گاهی به وجود میاد که کشورهای ابر قدرت ها هم نمیتونن اما میخوان بگن در اوایل این همه اعتراضات خود جوش بیدن کاملا خود جوش بود و هم خود جوش است شما در یمن میبینید امروز اینجا دو نفر کشتن امریکا در در یمن مداخله نمیکنه امریکا زمانی که یمن یمن شمالی و جنوبی بود دو یمن با هم یکی کردند و در روز زمان از علی عبدالله حمایت کردند و امروز کشتار مردم در یمن اونا شکر. اصلا برشان مهم نیست اما در لیبی رقم حالت تشکر مجده عزیز پس از یک وقفه هم با شما خواهیم بود برنامه ای برنامه ای کنکاش خوش آمدید همچنان بیننده‌ای برنامه ای کنکاش در صفحه خصوصی فیسبوک برنامه پیام گذاشتن بسم الله رنجبر از جاغوری نوشته که این همه نتیجه ظلم استبداد و بیرحمی قذافی است و سرانجام این جنگ شکست قذافی را به دنبال خواهد داشت احمد فیاض احمدی نوشته که این مردمان که دولت میسازند پس دولت لیبیا نمیتواند جلو اعتراضات مردم را بگیرد سلطان محمد سلطانی از مزار شریف نوشته که حمله نظامی امریکا بالای لیبیا در اوایل امنیت نسبی را به بار خواهد آورد اما در آینده امریکا در همکاری با متحدانش لیبیا را با مشکلات زیاد روبرو خواهد ساخت زین الله علی نجفی از کابل نوشته که در نتیجه در نتیجه به بهانه اینکه معمر قذافی حقوق بشر را نقض کرده غربی ها به لیبیا داخل خواهند شد حیات کاویانی نوشته که میترسم یک بار دیگر پای آمریکا به جنگ, جنگ دیگر مانند عراق کشانیده نشود و افغانستان فراموش گردد اسلام یوسفی نوشته که جنگ در لیبیا شکست حکومت خذافی را به دنبال خواهد داشت اما شکست حکومت خذافی پیامد های منفی را به مردم لیبیا به بار خواهد آورد عبدالسمی رها از ولایت بدخشان نوشته که با این اعتماد با این اعتماد به نفسی که خذافی با رسانه ها مصاحبه می کند معلوم است که به این زودی هم رفتنی نیست جمال الدین فیاض از پاریس فرانسه نوشته که ظلم و خودخواهی رژیم خذافی زمینه دست کشورهای غرب و آمریکا را مساعد ساخته است و تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر حفاظت از گروه های مخالف دولت و پرواز ممنوع تصویر عراق دیگر را رونما می و سوال اینجاست که چرا قطعنامه تصویب شده زد اسرائیل تا امروز جامعه عمل نپوشیده که امروز کشورهای غربی کشورهای عضو دایمی شورای سازمان ملل متحد به این زودی عمل میکنند. این پیام های بیننده برنامه در صفحه خصوصی فیسبوک برنامه بود خب آقای جوینده آنچنان که دوست هم پیام گذاشته بودند در صفحه فیسبوک برنامه آیا قذافی به این آسانی کنار خواهد رفت و یکی به مبارزاتش ادامه خواهد داد خب فکر میکنم دو مسئله اساسی هست در اینجا اولی که با دوست اول ما که گفتن که یه قیامای مردمی در کشور عربی نتیجه استبداد خشن قرون وسطایی رهبران کشور عربی از یک جا فقر که بین مردم وجود داشت و جالب دیگه هم آقای خذافی. همیشه متوجه باشین دیکتاتور رو بسیار ترسو هم می باشن شما دین صدا مسین چیزی که سقوط کنه جایگاه بر خود در پیدا کرد و به که متفنگش خود بکشه به خود امریکایی تسلیم کرد بدون تا آخرین لحظه تو زندگی به مراد شدامت در برابر اون نه در خط رفت و در گوشه پوش و خود وقتی تسلیم آمد تسلیم برامد که تسلیم شد بعد تفنگش هم تسلیم خودشان برام دست خود بالا گرفته بنا دیکتاتور بسیار ترسو هستند در اینجا مسئله است که پیروزیهای چند روز اخیر نظامی که آقای قذافی و گروهش داشته در برابره چی در بدل چی صدامت بر ملت لیبیا داشته یی د یک کم مڅ 41 سال گذشت مغرور تر ساخته و سرکش تر ساخته یی فکر میکنه دیگه اله کس نیسکه مله مونیه دي مشاوه وله اگې بفه مکه آقای قذافی کې جامعه یانی در مسایل جدی هست و بلاخره متاله که تیارات نظامی لیبیا و ټانک او ټوپ او وسایل زیړی لیبیا نه مترم په مواضیع مخالفین لیبیا قذافی هم نه کنه دای دا وروښه خو ځی په واقع تر خوادات چې بلاخره راه راجوشي وکنه هم لار شما ديدین چند لزر... چند ساعت پښتر وزیر خارجه لیبیا دای مصیبه خود گفت چې اگر چې مو قطنامه شوراې امنیت د یو جګړه داخلي قط نه متره ول مای را میپزریم درې خدای ای منتظر فرصت استان منتظر ديست چې ودس څنګه به کوم طرفه انکشاف میکنه کاپي جوینده اگر قذافی کینار بره چگونه یک چهره یه میتونه جاگزینه مطمئن یکی از مشکل مناسبه برای جامعه جهانی در لیبیا باشه پیشتر, پیشتر که من را عرض کردم یکی از مشکلی که در لیبیا وجود داره که متاسفانه آقای قذافی مثل همه دیکتاتورای دیگه در کشورایشون یک چهره رو به جای نگذاشته که به دور جمع شود دیگه ای که من پیشتر هم را رس کردم که لیبیا هنوزم در قبیله زندگی میکنه در جومی مدنی نیست در یک ملاتی وایت نشره به څو مشكله استعماله دا شي مومونکي مثلا در غرب لیبی یو یک طرز تفکر قبلی و در شرق دغه رقم اس د ترابولیس دغه رقم اس د راسلانوف یو دغه رقم اس و بلاخره د زاوی دغه رقم بسې مشكلاتو کمې ترکیب ناماجون ولی در مجموعه اگر قذافی سقوط کونه بلاخره چهرهای بایده پیدا شي که هي چهره واقعا در در از درسای ک ته آقای قذافی بر 40 سال بر ملت لیبی وضعیت داسې درسو باید استفاده کنه ودله ما فکر به امکان وزن بدلی بشو قبی مو در اپوزیسیونی قذافی نشي و قوی تدشيری ک اومده مسدای ممکن رفتن قذافی او اوزا به سود مردم لیبیا خاطره ما رئیس عزیز درم ک اولی کې می جنگای داخلي به جنگ داخلي در لیبیا دامه پیدا خاط کړ خب که گفتم قبایل است و مطالب و جانب دیگه شما ببینید که وزیر عدلیه سابق آقای قذافی که بروز رهبری مخالفین در شهر بنغازی داره و حکمت و شرای ملی را رهبری میکنه و فرانسا هم را برسمی شناخت داره که شد برسمی نشناخته اینا هم چیرهایی نیستن انوز هم چیرهای متنازفی هستن بخاطر که مدت بسیار طولانی در حکمت آقای قذافی آدم کار کرده و حتی در درون خود شورای ملی بنغازی که مثلا مرکزی اساسی مخالفین هستن در اختلافات وجود داره ما بسیار دشوار میبینیم که ما بتانیم یک چهره ایره که بتانه اگر در اینجا بره ولی در مجموع اگر جامعه با طرف دیمکریسی بره به طرف انتخابات بره مثلا شما در عراق در وجود چندین سال موجودیت آمریکا در عراق بالاخره حکومت نوری المالکی برای مدت طولانی نتوانست حکومت تشکیل اگر چه اکثریت زیاد یاد گرفته بود ولی اقلیت گرفته بود بالاخره تحت فشار بود مقتدا ثور و اینا که آقای نوری المالکی را در راست حکومت عراق قرار دادن بنام دا فشارهای داخلی و فشارهای بین المللی در صورت سقوط عراق قذافی یک حکومت نیمبند خواهد که او حکومت هم مدت طولانی در بر خواهد گرفت تا بتانه به تمام خاک و قلم روی لیبیا نمایندگی کنه و حکومت بسیلا نماینده از مردم لیبیا ایجاد کنه خب آقای هاشمی در صورت که قذافی کنار بره اوزا به سودی خواهد بود غربی ها و کشورهایی که در پای مداخله و داخل شدن بر لیبی هستن و یا مردم لیبیان؟ من به طور کل صحبت کنم ببینید او چیزی که در شمال آفریقا خاورمیانه یعنی داره صورت میگیره نشان دهنده شعور سیاسی مردم او سرزمین و کسانی هم که در رأس قدرت قرار خواهند گرفت باید کسانی باشن که در واقع به خواست های مردم توجه میکنن من نمیخوام بگم که غرب تاثیرگذار نیست برای فرایند اما این فرایند به نظر من در تمامی کشورها فرایندهای طبیعی بوده است ما دو ماه قبل که شروع شد بگوین که لیبیا هم یک حرکت خودجوش مردمی است میخوایم بگم که یک حرکت خودجوش زمینش بوده است یعنی شما در این کشور توسعه اقتصادی رو داشتین ولی به تبع یا به تناسب توسعه اقتصادی شما انکشاف سیاسیر در این جامعه ایجاد نکردند. یک دیکتاتور در رأس بوده و در واقع تصمیم گیر بوده بدون که توجه کنه که به منافع مردمش چیست خب در چنین فضای وقتی که بحران ها یا انقلابات در خبر شکل میگیره به طبعی از اون مردم لیبیا با همون شعور سیاسی دست به چنین کار میزنن هر چند که سرزمین ما میگیم که قبیله است اما منافع ملت مشخص است و در پهلوی از او امروز ما در یک فضای زندگی میکنیم که ملت ها با هم ارتباط دارند حال فرانسه به خاطر منافع ملت لیبیا آمده حمله شده بر لیبی فرانسه به خاطر منافع ملت لیبیا وارد چنین نمیشه اما همون قسمی که پیشتر گفتم شما یک در واقع واقع نمیتونیم تکبودی نگاه کنیم در عین حالی که ملت داره اقدام میکنه منافع فرانسه هم وجود داره و در کنار از او در واقع ما نوی عرف بین المللی و قوانین بین المللی هم داریم که رو شما در پهلوی هم که بگذارین هر کس از زاویه دید خودش به این مسئله نگاه میکنه شما به عنوان یک لیبیایی که امروز مخالف است شما در واقع اقدام فرانسه به نفع خودتان میبینید اما اگر شما طرفدار قذافی باشین این مداخله در امور حکومتتان میدانید. اگر شما به عنوان یک حقوقدان به مسئله نگاه کنین این یک مداخله بشر دوستانه خواهد بود اما اگر به عنوان مثلا یک مسلمانی که در افغانستان وجود در لیبیا کنه. منافع, منافع من و است من میخوایم بگم که مسئله در لیبیا چند بودی است اما او بودی که پررنگ تر است شور سیاسی مردم لیبیاست. کیها زمینه را برای داخل شدن فرانسه به لیبیا هموار ساختن ببینید ای که فرانسه در واقع امروز داره اقدام میکنه با حمایت کیست با مجوز کیست با مجوز سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل متحد است یعنی اقدام فرانسه یک اقدام خود سرانه نبوده است او چیزی که به فرانسه چنین حق میده در واقع همون قوانینی نیست که لیبیا هم جز و سازمان است اما اینکه فرانسه پیشقدم میشه منافع ملی فرانسه در پیش پیشقدم شدن هست اما یک نکته ای که می میخوایم بگویم فرانسه در او لول از قدرت نیست که بتانه مداخله کامل در لیبیا انجام بده نوع مداخله فرانسه در لیبیا در واقع همو اقدامات پیشگیرانه است و ما نباید انتظار ما فکر که دست به حمله بزنه فرانسه فرانسه در او سطح هژمون بین المللی مثل ایالات متحده آمریکا نیست که وارد افغانستان شود با این هم آماده ها میخواد چی بگه او چیزی که فرانسه داره انجام میده پررنگ تر کردن نقشش در منطقه خاورمیانه و نشان دادن که یک کشور مطرح در این منطقه و در عین حال وارد یک جنگ کامل در لیبیا نخواهد شد فرانسه ولی میخواد خودش به عنوان یک کشور پیشقدم غربی در این مسئله مطرح کنه در عین حاله که ایالات متحده آمریکا در اون منطقه منافع استراتژیکی مثل اون پیشتر که گفتیم مثل بحرین نداره نتیجتا فضا برای فرانسه باز میشه اما فرانسه هم در اون سطح از لول قدرت نیست که خواسته باشه وارد فضای لیبیا شه آیا واقعا فرانسه میخواه یک مانور سیاسی را اجرا بکنه و یکی که اه اه داخل خواهد شد به لیبیا و دست به حمله خواهد زد ما فکر میکنم آخرین اخبار که از بعضی شبکه های تلویزیونی رو نشر کردن ای بود که سرکوزی به سراحت گفت که ما به تحقیق حمله میکنیم سر در قذافی از نظر یعنی قدرت هوایی فرانسه توانمندی را داره که با و همچنان بود فاصله و نزدیکی بودن فرانسه با با لیبیا ای توان داره که از مناطق از جاهایی که در اونجا نیروهای نیروهای را داره نیروهای هوایی خود پایگاه هوایی خود و همچنان کشتی های تیرابردار خود عملیات را بالای لیبیا انجام بده و موازی آقای قذافی را در اونجا مورد حمله قرار بده این حملات البته محدود خواهد بود مثل درست مثل حملاتی که امریکا در بعد از 11 سپتامبر به افغانستان انجام داد نیروهای زمینی امریکا در قدم اول داخل افغانستان نشدند بلکه با بمباران مناطق که تجمع طالبا بود در حقیقت اونها را از خطوط شان به عقب و بعد از اون از داخل خود افغانستان از داخل نیروهایی که بودن اونا ضد طالبان اونا داخل عمل شدند شاید فرانسه اینطور در نظر داره که با حمله به همین مناطق تجمع قدرت قذافی او رو تضعیف بکنه در هوا امکانات مانور هوایی را از اونا بگیره و بعد از او نیروهای زمینی که در حقیقت همین سوار یا یا, یا گفته میشه همین مردمی که بر علیه رژیم قذافی هستند اینها پیشروی بکنن طوری که میدانیم قسمتی از از اردوی قذافی با با انقلابیون است در بعض مناطق نزدیک بن غازی هم مثلا جبل احزر و جای دیگه اینها از قبل اعلان حمایت کردن از مردم و این ترتیب فرانسه احساس میکنه که در با اینطور یک شکل بدون اینکه مداخله زمینی صورت گرفته باشه از مردم حمایت بکنه و به این ترتیب در میان مردم لیبیا و همچنان در کشورهای دیگه که در عین شرایط هستند به عنوان یک کشور مدافع دموکراسی هم قد علم بکنه در این حال می دانیم که فرانسه از جمله کشورهایی هست که نیازمند نفت مثل دیگران نیازمند نفت ارزان است و متأبعا به خاطر منافع خودش هم, هم بله بله باید تلاش بکنه خب آقای مجده پس از رفتن کنار رفتن قضافی در سر کنار بالا فرصت برای اسلام گرای ها بیشتر است در لبنان و یا چهره های دموکرات خاصه غرب در در لیبیا قضافی در ابتدا کوشش کرد و هر روز همین می میگفت که اگر من نباشم امریکا و اسرائیل در خطر خواهند بود یعنی در حقیقت قذافی با،, با،, با نقطه زوف امریکا و اسرائیل اشاره می که بعد از ما اسلام ها خواهند آمد نقش القایده در حال حاضر چگونه از دهید؟ ببینید قذافی کسی بود که به هیچ صورت اجازه نداد به کدام گروهی که در, در لیبیا دست به عمل بزنند و اینا در اونجا حضور پیدا بکنن با توجه به شکل قبایلی که بود و مسائل اگر کسایی هم بودن توسط قبایل حمایت شدن و اونا تضمین دادن فکر این پس به هم چه کشور تبدیل خواهد شد لیبیا ما فکر نکنم چنین چیزی شوه لیبیا از, از نگاه شرایط اقلیمی خود لیبیا هم ما در اونجا طور حالت نمی‌بینیم در گذشته هم جنگ هایی که در لیبیا بوده در جنگ‌هایی که برای تسلط ایتالیایی‌ها بوده ما دیدیم که ایتالیا موفق شد که لیبیا را مهار بکنه و رهبرانش بکشه اما اوتر زمینه را از از قذافی گرفتن که به عین شیوه عمل بکنه و مردم را از بین ببره تشکر آقای تشکر خب آقای جوینده شما در جان در خطرنامه سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل متحد آلمان در کنار روسیه هند و برزیل رأی ممتنع داد الا چی هست خب فکر میکنی اگر چه و بهانه را که انجلا مرکز به آلمان پیش کرد گفت به خاطری که ما نمی خواهیم که خلاف فیصله پارلمان خود در چنین مطالب داخل شیم و از جانب دیگه هم شما دیدین که هند بس یک کشور رو به انکشاف در امیشه در جنبی شده امسلاک با لیبیا یک جای بوده و برزیل هم کشوری که تازه داره بس یک قدرت بزرگ بوده جمله کشورهای بسیلا غیر منسلک بوده و روسیه هم به خاطر ارزکننده بسیار قوی سلاح و مهمات بلی بیا بدون روی از این مطالب شاید اینا نتونست از این قطعنامه ایماید نکردن و آلمان هم زیادتر در دنبال از این قطعنامه نگشت و گفت که اگر امریکا میخواه های خود به لیبی روان کنم مقو... تورنادو و تایرهای کشمی بیشتر به افغانستان روان میکنم تا باری بسلا کشمیات کشمی برای امریکا در افغانستان کم باشه ولی در مجموعی فکر بکنم کنم مسئله از است که اینا منافع خود در این جنگ نبرزیل نه آلمان نه روسیه و نه هندستان ايش كه مشه منافقه به خاطر چون بسیار در حریم بسیار نزدیک قوات هاي فرانسه و ها و انگلستان قرار داره اما تیارات فرانسه بسیار به بس میتونه ميتونه خود خاک فرانسه اما بلس... راي ممتري آلمان نسبت به برزیل و هند و روسیه بسیار تاثير گذار است بله در حقيقت نوع اختلاف در میان كشورهاي اتحاد اروپايي نشون ميده یعنی كشورهاي اتحاد اروپايي جهان متفق القول نیستن. کشورهای عربی آمدن ولی کشور افریقای نامدن این خود بیان است که هنوز هم در بین کشورهای اتحادی اروپا اختلافات بسیار قوی وجود دارد و این باعث از میشه که هر هر کشور به دنبال منافع خود بره بنابراین در اینجا خود آلمان منافع خود در عدم مداخله در خاک آلمان دیدن در لیبیا دیدن ولی فرانسه یا انگلستان چون از بازار نفتی جهان بیشتر معروف شده شما جنگی که با وجودی که انگلستان یکی از متحدین بسیار نزدیک آمریکا

یک منطقه مسائل اساسی مسئله ایکس که پیشتر آقای میزک گفت میشه اشاره که میخوان سلاحای کونی لیبیا را از بین ببرن و هر رژیم دیگه باید سلاح نو بگیره تا بس فرانسه خب آقای هاشمی شما رو هم داشته باشم نه دو پارچگی اروپا است ممتنه رای ممتنه آلمان با ببینید اتانامه شور امنیت استاد من آم، فقط ما آلمان اگه به عنوان یک کشور غربی در نظر بگیریم اینجا میتونیم مطرح کنیم این دو پارچه اما در مورد روسیه و چین ما باید بگیم که نوعی فرایند در حال شکل است که کشورها به سمت دموکراسی پیش میبره و دموکراسی در واقع به تقویت اقتصاد سرمایهداری کمک میکنه بی مفهوم که در کشورها مردم به کسانی رای میدن که اقتصاد و رفاه بیشتر تامین کنند و نتیجتا دیکتاتورها نمیتونن چنین کاری بکنن با توجه به چنین تفاوت دیدگاه ها پس سرنوشت لیبیا به کجا خواهد رسید؟ من باورم بر که شاید ما تجربه عراق دهه 90 دوباره در لیبیا داشته باشیم و یا اگر قدرت مخالفین بیشتر باشد حکومت قذافی سقوط کند. ولی اگر مخالفین مثل <تصفح> کردهای عراق رفتار کنند در دهه 90 ما شاید یک دهه داشته باشیم که قذافی با همین فرند دوباره حکومت کنه. بسیار زیاد تشکر. با تشکر از آقای وحید مجده، آقای میرحمد جوینده و آقای فردین هاشمی که با ما در بحث شرکت کردند. аз ин ки бининдаи барномаи мо будем сипосгузор ҳастам